It was a Sunday morning. یک شنبه صبح. من توی تخت خواب دراز کشیدم و دارم به سقف نگاه میکنم. تازه بیدار شدم. کیارش کنارم دراز کشیده. میرم توی آشپزخونه و کافی درست میکنم. میریزم توی دوتا ماگ. یکی برای من و یکی برای کیارش. میرم تو اتاق، هنوز خوابه و میبینم که یک نور باریک از توی پنجره افتاده توی اینجاش. بیدارش میکنم. توی تخت خواب کافی میخوریم و یه چیزی توی نتفلیکس نگاه میکنیم. بعد اون بلند میشه، گیتار منو بر میداره و من میخوام ازش عکس بگیرم ولی چشمشو اینجوری میکنه، حوصله نداره. میگه امروز نمیتونه بمونه چون اسی از تکساس برگشته، میخواد بره امروز با دوستاش باشه. منم میخوام برم امروز با دوستام، برم پینگ پانگ بازی کنم. سویتشرتشو میپوشه و میخواد از در بره بیرون. گوشه لباسش گیر میکنه به جا کفشی دم در. دارم نگاش میکنم، داره میره پایین از پله ها و یه چیزی توی دلم تکون میخوره، نمیدونم چیه. میگم Where's my goodbye kiss? So he came back and gave me a kiss. داره شب میشه، من توی جیم هستم، دارم با دوستان پینگ پانگ بازی میکنم و به کیارش مسیج میدم که کی همدیگر رو ببینیم. قرار میزنیم خونه من. Midnight at my place. من یک ساعت زودتر میام خونه و بهش مسیج میدم که دار میاد پاپکورن بخره چون میخوایم فیلم ببینیم. میزنه اوکی. بعد قرار بود 12 اینجا باشه ولی مسیج میده که تازه از حموم اومد بیرون و 12 نمیرسه. من میگم alright, take your time. و بعد خوابم میاد، خیلی خستم. کیارش هنوز راه نیفتاده. بهش مسیج میدم که ممکنه خوابم ببره. کلید خونه که داری. Feel free to come in. جواب نمیده. تو اتاقم نشستم، تو طبقه سوم، دارم با انوشک طبقه پایین تو موبایل پول گیم بازی میکنم. بعد حسی رو کاناپه نشسته بود، داشت گیتار میزد که یه صدای گیتارش قطع شد. میگم خب حتما خوابیده چون عادت داره قبل از اینکه بخوابه یه چند صفحه کتاب بخونه. میگم حتما داره یه چیزی میخونه، خوابیده. گیارش تو اتاقش داشت پلی استیشن بازی میکرد که یهو یه صدایی میاد. صدای شبیه اینه که یه توپی از بلندی بیفته پایین. من نارگیل خریده بودم، گذاشته بودم رو یخچال. میگم حتما اونه، افتاده. بعد یه صدای دیگه میاد. بعد کیارش دوید اومد بیرون، گفت صدای چی بود؟ فهمیدیم تیراندازی. نمیتونست درست نفس بکشه، یه تیر خورده بود اینجاش. بیدار میشم، همینجوری روی کاوچ خوابم برده بود. نمیرم ساعت چنده، میبینم کیارش هنوز نیومده. بعد بهش زنگ میزنم، سلفونشو بر نمیداره و همیشه هر وقت که نمیخواست بیاد به من میگفت. پس به انوش تکس میدم که کیارش خوبه؟ چی شده؟ چرا جواب نمیده؟ اونم جواب نمیده و خوابم میبره کم کم. بیپ 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 مدام از این وقا میزنه. من میفهمم به جای اینکه پلیس امریکا رو بگیرم 110 ایران رو گرفتم. بعد صدای جیغ میاد، صدای شکستنی میاد، صدای داد میاد. میگم نه، صدای تیر میاد. یکی کسی تو خونه ما داره تیر اندازی میکنه. بعد دویدم از پله، اومدم رفتم تو کمد قایم شدم. بعد دیدم یه کسی داره از پله ها میاد بالا، یه جوری تند داره از پله ها میاد. اصلا دو تا یکی پله ها رو رد میکنه میاد بالا. اینا اومد با لگد زد در کمد رو باز کرد، دیدم رفیه ولی اصلا شبیه خودش نیست. لاغر شده، موهاش ریخته، پیشونیش خیس عرقه. بعد یه جوری عجیبی شده. منو از کمد کشید بیرون، گفت چی به سر ما اومد، داد میکشه. منو این همه راه از ایران کشوندی آوردی اینجا که با فراماسون لعب داری کنم؟ آن هنر و موسیقی همش کشت بود؟
این عروسک کیه؟ انگار دکمه‌ش رو زده باشی، فقط یه چیزایی رو تکرار میکنه. ما خیلی به هم نزدیک وایساده بودیم، خیلی، فقط فاصله‌مون فقط به اندازه یه تفنگ بود. اینقدر به هم نزدیک بودیم من نفسش رو صورتم احساس میکردم. پیش گفتم رفی، منم پوریام، پوریام رفی، رفی این منو نکشی ها، نکشی منو، بذار با هم حرف بزنیم، حرف بزنیم. گفت چه حرفی داریم بزنیم ها؟ من همه رو کشتم، الانم نوبت تو، بعدش هم خودم رو خلاص. گفتم ما اینا با هم سفر کردیم، تور رفتیم، این بر رفتیم، اون بر رفتیم، چی میگی؟ خیلی در حق ما بدی کردی رفی. که یهو عصبانی شد، نمیدونم چی شد، این دستشو گذاشت رو ماشین تفنگ، شروع کردم اینجوری شلیک کردن پشت سر، همین تیرا میومد بیرون، بعد پوکاش می‌خورد سر و صورتمون. من یهو دیدم، چون حواسم نبود، یهو دیدم، دیدم تمام لباسش، دستاش همه خونی هم. گفتم چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ زدی تو شکمم ایوایی رفی، زدی تو شکمم. الکی گفتم زدی تو شکمم، یهو هنگ کرد، باور کرد، باور کرد زدی تو شکمم. وایساد منو نگاه کردن که من زدم تخت سینه‌اش، پرتش کردم رو تخت. خیلی دستاش قوی بود، خیلی. ما با هم سنگ نبردی میکردیم، صخره نبردی میکردیم، خیلی دستاش قوی بود. نمیدونم چی شد، من فقط میخواستم یه کاری بکنم زودتر زمان بگذره، پلیسا از راه برسن. یه خشاب دیگه پر کرد، بعد پشت لباس منو گرفت و خودش از اتاق ببره بیرون، میخواست منو از در ببره بیرون. من چارچوب در رو نگه داشته بودم که منو بیخیال شه، ول کنه، که یهو صدای در رو شنید، شنید اینا دارن میان تو، پلیسا داشتن میومدن تو. یهو منو ول کرد، دوید رفت سمت پشتمون، که یه صدای دیگه اومد. بعد من نگاه کردم، دیدم پاهاش افتادن کف پشتمون، یه باری که خون از کنار پاهاش را افتاده سمت در پشتمون. که فقط دویدم پلیسا رو خبر کنم، بودو از پله ها اومدم پایین که پلیسا رو خبر کنم، که دیدم دم اسی نشسته رو کاناپه داره گیتار میزنه، عینک آفتابیشو زده، هر چی صداش بیام میگم اسی، اسی، انگار نمیدید من. آینسی با اسپری داشتن رو دیوار کرکره یه مغازه روبروی اون فلاتی که ما تو زندگی میکردیم، یه دختر پسر کوچولو میکشیدن تو عواد خیلی بزرگ که دور و برشون پر از سربازای جنگی بود. باد میومد خیلی اون شب، بارون کچکج میبارید. من هدفونم رو گذاشتم رو گوشم، کلاه سویشرتم رو کشیدم سرم، زدم بیرون. من دوست کیارش و پوریام که تا قبل اینکه با موتور تصادف کنم و دستم آسیب ببینه با هم توی یه بند میوزیک بودیم. من خواهر رفیعم که عضو یه بند موزیک زیرزمینی بود، راجبش میگن زده تمام اعضای اون بند و بعدم خودشو کشته. من توی بروکلین با کیارش آشنا شدم که درامر این بند بود و دوست پسرم بود. من شب راه افتادم تو خیابون، رفتم سمت مترو برای اینکه اسیه کیارش دو تا اسکا پایین‌تر منتظر من بودن. اسیه یه مایی بود نبود، رفته بود تگزاس با مامانش رو ببینه، تازه برگشته. بعد وقتی میرسیم بهش، کیارش بهش میگه که این چرا شبیه راهبا شده؟ آخه این از وقتی رفت ویپاسانا دیگه هیچ کاری نمی‌کنه. نه چیزی میزنه، نه چیزی میخوره، نه چیزی میکشه. مثلا یه مشروب می‌خورد که اونم دیگه نمی‌خوره. بعد میگه من دارم خودمو پیدا می‌کنم. میام آفرین، خیلی خوب، آدم بتونه خودش رو پیدا کنه خیلی خوبه. میگم نه، به خاطر کتابته، چون یه کتابی نوشته در مورد خودش، یه رمان نوشته در مورد خودش، یه ناشر هلندی پیدا شده قراره اون کتاب رو چاپ کنه. میگم شاید کتاب داره چاپ میشه، خود از ما گرفتی. میگم ببین، اگه یک کلمه، فقط یک کلمه تو این کتاب در مورد ما نوشته باشی بعد پولشو بدی. میگه بابا من اگه همین چهار تا جمله در مورد شما نمی نوشتم که اصلا کسی نمیشناختتون.
بعد دیگه رفتیم بیلیارد زدیم دو دست، هر دو دستم کیارش برد. بعد گفت من خوابم میاد، خستم، بریم خونه من یه چرت بزنم. من نیدم، ولی مثل اینکه شب قبلش رفی عکس یه اسلحه رو میذاره تو فیسبوکش، زیرش مینویسه که این چطور اول کیو بزنم باش، که یه دم لایک کرده بودن، نوشته بودن اینو بزن اونو بزن، اینم نوشته بود آره غرب زده شدم نمیدونم چی، ولی نوشته بود، نوشته بود با این اول میخوام دایی جونو بزنم. منظورش اندی بوده، گفته اصلا دنبال آدرسش میگن، ولی خب کسی فکرشو نمیکن، اصلا نمیدونستیم که اسلحه مال خودشه، چون رفی آه نداشت با ناله صدا کنه، مگه پول داشت بتونه اسلحه بخره؟ اینم اسلحه‌ای که میگن نیمه نظامی اصلا فروشی نیست. $1,500 پول اون اسلحه بوده که این اصلا اون پولو نداشته. رد اسلحه‌ام که گرفتن فهمیدن مغازه‌ای که این اسلحه ازش خریداری شده 6 سال پیش جمع کرده. فقط این اصلا از دست یکی دیگه گرفته، ولی حالا کی؟ چند روز قبل از این اتفاق من مامانم زنگ میزنه نیویورک به پوریا، میگه برو ببین رفی داره چیکار میکنه. میگه خوبه، من هر روز میبینمش، هر روز داره با دوچرخه از اینجا رد میشه میره سر کار. مامانم میگه بابا چرا بهش سر نمیزنیم؟ اون که جز شما کسی رو نداره اونجا تو نیویورک. میگه نه ما باش کاری نداریم، اون ماما بد کرده، نمیدونم ماما اینطوری کرده، ماما اونطوری میکنه. میگه خیلی خوب، گوشی رو بده به کیارش، رو میخواد به کیارش بگه حداقل اون بره بهش سر بزنه، چون ما دستمون به هیچ جا بند نیست. کیارش نبود، هموم بود. پوریا میره، دو دقیقه بعدش میگه کیارش همومه، گفته شماره من بده مامان رفی بعدم به من زنگ بزنه، که یه شماره میده که بعد ما هر چی زنگ میزنیم به اون شماره نمیگیره، مسئول شماره رو اشتباه میده به مامان من. که بعد از این اتفاق من ازش پرسیدم، گفتم برای چی اون موقع شماره اشتباه دادی به ما؟ گفت خود کیارش گفته شماره من رو اشتباه بده مامان رفی، من اصلا حوصله ندارم با مامانش حرف بزنم. حالا نمیدونی واقعا کیارش گفته شماره رو اشتباه بده، خود پوریا شماره رو اشتباه داده، هر چی بود ما دیگه نتونستیم باش حرف بزنیم دیگه. صبح شده بیدار میشم و دوستم مسیج داده Is کیارش اوکی؟ And my heart just starts like pounding. I'm like اون از کجا فهمید کیارش نیومد خونه من؟ که دیگه I started like freak out. شروع میکنم به کیارش، به انوش، به هر فرندی که میتونم زنگ میزنم که ببینم چی شده، ولی هیچ کس جواب نمیده. که بعد یکی از دوستی من بهم زنگ میزنه و میگه توی خونه که یه میوزیک بند ایرانی زندگی میکنن تیر زدن و چند نفر کشته شدن. آدرس خونه رو میده، آدرس the kids هست، Major and 138th Brooklyn. ولی من اصلا هنوز باور نمی‌کنم. میگم خب حتما کیارش اومد بیرون و سلفونش رو جا گذاشت که نتونست بهم زنگ بزنه. و توی تلویزیون خونه‌شون رو نشون میدن، از این تیپ زرد کشیدن around the whole building، خیابونم پر ماشین و پلیس و خبرنگار، reporters، ambulance، شلوغ شلوغ، که دیگه اسم کشته‌ها رو اعلام میکنن. اسی، انوش، بزرگ، in capital letters نوشته 28-year-old victim، کیارش حسینی. و به جای HJ گذاشتن، به خاطر همون شد کیارش حسینی، مثل خوسه اصلا. شاید ایرانی زیاد نمیشناسن اینجا، فکر کرد یکی از این مکزیکی بود. عکسش رو میبینم، مو فرفرش رو با یه دونه هیربند داده بود عقب. He's wearing his Pink Floyd t-shirt که دیگه نفهمیدم چی شد واقعا. Something like memory loss happens. It was just like total shock. داره شب میشه، میریم سمت مترو که بریم خونه. اسی آهنگ جدید خونده بود تو مترو، بادارمون کرد گوش بدیم که خیلی هم. بعد رد شدیم از جلوی یه سینمایی، بعد یه فیلم اروپای شرقی رو پرده بود که اسی گفت من این فیلم رو دیدم و اینا. گفتیم ای داستانش چیه و اینا؟ گفت یه داستانش در مورد یه فضانوردیه که این یه دختر کوچولویی داره که این فضانورده با چند تا فضانورده دیگه میرن فضا، دخترش میمونه رو زمین، بعد اینا مثلا از زمین فاصله میگیرن و اینا، چند سال میگذره این برمیگرده میاد. بعد گفتش که بچه خیلی باحاله، برای اینکه اون وقتی برگشت فهمید که مثلا اون دخترش شده یه پیرزن 90 ساله، خودش 2-3 سال بیشتر پیر نشده بوده. گفتم این که آدم از 100 سال بعدش خبر داشته باشه و اینا خیلی باحاله و اینا، من برنامه بعدی اینه که برم فضا. گفت کیارش گفت حالا نمیخواد خیلی هم زحمت بکشی بری فضا، چون من از 24 ساعت روز تقریبا 12 ساعتش تو فضاییم دیگه. بعد دیگه چی؟
همینجوری یه ذره گپ زدیم و نارگیل هم دوست داشت، من یه نارگیل خریدم برای کیارش که می‌خواست آب نارگیل رو سر بکشه. من گفت کی کلید داره که اینو سوراخ کنه؟ همینجوری آب نارگیل رو سر هر کاری کرده ورزا بود حالش نشد تا اینکه آخرای تابستون من نامزدم رفته ترکیه، می‌خوام یه جشن کوچیک بگیریم، منم بلنشم برم براش توی فیسبوک مسیج می‌ذارم می‌زنم ما داریم جشن می‌گیریم، خیلی جات خالیه داداشی، من خیلی دلم می‌خواد باشه، خیلی دلم می‌خواست باشه. که یهو شروع کرد پرسیدن که تو این پسر رو چطوری باهاش آشنا شدی؟ من اون یکی خواهرم تازه ازدواج کرده، گفت اون چطوری با شوهرش آشنا شده؟ گفتم یعنی چی رفی؟ با بالاخره هر کی داره یه طوری با یکی آشنا میشه دیگه. گفت آره همینه دیگه، یعنی هر کی راحت میتونه وارد زندگی هر کی دیگه بشه، اینقدر راحت به هر کسی اطمینان نکنی. که باز من یکی دو بار دیگه بهش زنگ زدم، دیدم داره همین حرفا رو میزنه که من پیگیرش شدم. گفتم چیه داداش؟ چی الان چیه؟ نگران چی هستی؟ نگران چیزی هستی که گفت آبجی من مریض روحی شدم. گفت ببین دارن تو خیابون منو تعقیبم میکنن. گفت ببین بهم ایمیلای مشکوک میرسه. گفت نیویورک پر یهودیه و واقعا هم همینه ها، اصلا نیویورک و یهودیا دارن میچرخونن دیگه. انگار از طریق اونا تحت فشار بود، دائم به من میگفت مراقب داداش کوچیکم باشم، انگار از طریق اون، از طریق خانواده دارن تهدیدش میکنن. بهش گفتن براشون یه ترور انجام بده، میگه ببین من ایرونیم، اینا راحت میتونن بندازن گردن من. مثلا میره بیابون چادر میزنه، یه انجیلم با خودش برده بخونه ببینه این چی داره میگه، میره قدم بزنه برمیگرده میبینه این انجیل رو یکی تیکه تیکه یه طرف، این گوشیش هم پرت کردن یه طرف. شب قبل یکی از دوستاش گفته ببین کامپیوترم دیشب با من حرف زد. منتها هیچ کس جدی نمیگه، همه فکر میکنن این یه چیزی داره میزنه. اصلا یه سوالی که همه از من میپرسن اینه که میگن اینا رفی رو برای چی برداشتن با خودشون بردن؟ دو شب قبل این اتفاق تولد کیارش بود، من بهش زنگ زدم باهاش حرف زدم، خیلی هم سر حوصله نبود. حالا معمولا چون من رفیق صمیمیش بودم همیشه به من میگفت، میگه آره فلانی من چون فلان اتفاق افتاده حالم گرفته است یا تنهام یا هر چیز، ولی متاسفانه اون مدت من خیلی کم خبر داشتم ازش چون با پوریا غر بودم. حالا بماند سر چی؟ من گفتم اونو ما بی خیال، من نیام. تا آخه من نیام، اصلا بیسیستشون من بودم موقعی که ایران بودم، که بعد هیچی تصادف کردم دستم داغون شد، اینا به رفی گفتم بیا جای من بیس بزن. من آدم روکیم، من همون موقعم بهشون گفتم حالا اگه کسی نیست براتون بیس بزنه حداقل یه گن نزنی به کلاس من. آخه رفی از کجا برداشتین آوردین گذاشتین جای من؟ این یک شنبه است، این کلاب سر کوچه ما پارتیه، شلوغ. ما میرسیم تو کوچه همینجوری آدم وایساده، هر کی داره یه عالی میکنه یه کیفی میکنه و اینا، دو به دو اینا معاشرت و اینا، ما میایم میریم تو ماشینا پارک جلو در خونه. خلاصه رفتم لباسامو درآوردم پرت کردم تو کمد. سیام امشب خونه نبود دیگه، بارتندر بود، بعد کلی هم کامو گالری سکیوریتی وایساده بود و اینا، اهنوش از صبح خونه بود، غذا درست کرده بود، هر چی دم دستش بود ریخته بود تو قابلمه کرده بود پاستا. اصلا انقدر هیچ کاری نمی‌کرد، اهنوش ما بهش تو خونه میگفتیم لاکی، غذا درست کرده بود و کلی کار. خیلی هم سرد بود خونه که هی اسی دنبال این جوراب پشمیاش میگشت، گفت این جوراب پشمیای من کو، این جوراب پشمیای من کو، که کیارش گفت ببین برو بپرس ببین اهنوش ننداخته باشه تو پاستا. نادرم نبود، اتاقش رو اجاره داده بود به یه برزیلیه، بعد یه زن شوهر امریکایی اومده بودن اونو گرفته بودن. اصلا نمیدونی این امریکایی هم نمیدونم ارتشی بود چی بود. گفت من فردا چیشم نظامی هم اونجا صبح بیدن رژه داریم چی داریم و اینا. خلاصه نشستیم دور میز شام خوردن و گپ زدن و آینزی رفتن یه درینک آوردن و اینا. این امریکایی شروع کرده از خاطراتش تو عراق گفتن که وای نمیدونی اونجا چی جوری بوده، من چند نفر رو کشتم، اینقدر وحشتناک بود، اینجوری بود اونجوری. من زدم به اسی گفتم اسی نزوشم پنشم همونو منده به تیر. گفت نه بابا چه خبر. گفتم خیلی چشاش یه جوری نی؟
که کیارش هم نشسته بود تو موبایلش همینجوری داشت اسمس بازی میکرد، من که کیارش یک شنبه ها پیشه دوست دخترشه. به دوست دخترش گفت جوجو. ایچی گفت آقا باید شما موبایل تو بذار کنار، برو ظرفا رو بشور، که گفت من شرط رو بردم شما شرط رو که ندادیم به جاش ظرفا رو بشورین. و بعد انوش هم گفت اصلا کسی من نگاه نکنه، من غذا درست کردم و هیچ کی من نگاه نکنه. این زن شهر امریکایی هم دوتایی بلند شدن با هم دوتایی رفتن دوش گرفتن، که من موندم که منم رفتم بالا با انوش شروع کردیم تو موبایل پول گیم بازی کردن. عکس اینو فرستاده تو سایت خبرش رو خونده، میگه اینو نگاه کن زده یه عده‌ای رو کشته، بعدم زده خودش رو کشته. میگه نگاه کن ببین چه بلایی سرش آوردن، یه کاری کردن خودش رو بکشه. این پیک دیگه تو اون شرکت مثلا با دو چرخه بسته و نامه و اینا جابجا میکنی. یه روزی که بهش گفتم که اصلا ببین این چیه داری جابجا میکنی، گفت نه چیه مگه، گفت این هر چیزی میتونه باشه ها، مثلا بمبی چیزی میتونه باشه. این میره مرکز تجارت جهانی، برجای دوقلو، نه اونا رو در 12 سال پیش زدن، یه مرکز دیگه است مال همین کارهای تجاری که اونم خیلی ساختمون مهمیه. میره جلوی در وارسیش نمیکنن، همین کارتش میبینن میگن شما برو تو، خب مشکوکه دیگه. بهش گفتم رفیع اصلا اینطوری نیست، الان اومدن دارن حرف میزنن، ظریف رفته واسه اولین مذاکره. که برگش گفت نه اینا همه ظاهر قضیه است، اینا میخوان یه کاری کنن جنگ بشه. این شیر آشپزخونه نشتی داشت، کار فراماسون هست. خود راست میگم کار فراماسون هست، میخوان یه کاری کنن، مثلا بگن کار یه ایرونی بوده، بندازن گردن این جنگ کنن. منطقه ما به هر کی که میگیم همه فهم کنن این شیزوفرنی اصلا اینطوری نیست. من خودم راجع به شیزوفرنی خوندم، اصلا اینطوری نیست. اونا تهدیدش میکنن. حتی بعد از این جریانی که توی فیسبوک به من مسیج داد، گفت ببین با منم همین کارو کردن، میگفت ولی من جرئت نمیکنم به کسی بگم، کسی حرف منو باور نمیکنه، که اونم امریکا بوده که بالاخره تونسته یه جوری خودش رو نجات بده از این قضیه. Well for me it was a complete shock. تا قبل این اتفاق حتی یه بارم اسمشون نشنیده بودم، از اما نمیدونستم کی بود، حتی هنوز بلد نشدم اسمشو بگم و دلم هم نمیخواد یاد بگیرم. واقعا وقتی من خبر شنیدم خیلی کنفیوز شدم. میگن رفت توی ساختمون بغلی، رفت روی پشت بوم، از اونجا پریده به پشت اینا، پشت بوم اینا، که اول از پشت شیشه رو اسی که توی کاوچ خوابیده بود زده، بعد زده اینجای کیارش، بعد رفت پایین، اول یه تیر زده توی سینه انوش، بعد همینجوری he starts fucking shooting like a fucking video game. خب که یکی هم از پشت پرده خورده به اینجای سی، بعد برگشته بالا با پوریا درگیر میشه، بعد میره پشت بوم با تفنگ سر خودش رو منفجر کرده. همینجوری خون just like that. همه جا پر خون بود. این در رو باز کرد اومد تو اتاق، همینطوری با سر منفجر شده. بعد من یهو از خواب پریدم، زنگ زدم اونجا نیویورک بهش که داری چه غلطی میکنی رفیم، همچین خوابی دیدم. که یه برگش کن تو اینو از کجا فهمیدی؟ خب یعنی خودش یه چیزی میدونه دیگه. بهش گفتم داداشی خول نشی، یهو دیوونه بازی در نیاری بزنی خودتو بکشی. خندید، میخنده، یعنی هر چی میشه میخنده. برگش گفت نه تو که میدونی من چقدر جون عزیزم، من هیچ وقت خودمو نمیکشم. تو اگه یه وقت شنیدی من خودم کشتم باور نکنی. این صدای شبیه این بود که یه توپی از بلنده بیفته پایین. من نارگیل خریده بودم، گشتم روی یخچال، گفتم حتما اونه دیگه. یکی آرش دوید اومد بیرون، گفت صدای چی بود؟ یه صدای دیگه اومد که فهمیدیم این صدای شبیه این بود که یه تیری بخوره تو بالش. It's hard to take a good man down. میگن اصلا سخته یه آدم خوب رو ناراحت کنی، چه برسه به اینکه بخواد بکشیش. نمیشه، واقعا نمیشه یه آدم خوب رو کشت. کسی که این کار میکنه حتما یه مشکلی داره دیگه. رفی دو هفته قبل این اتفاق میخواست خودش رو بکشه، این قرص خورده بود، اینو میدونستن، گفته بوده به بچه ها. و از نظر من رفی چند شخصیتی بود و چیزی هم که به نظرم یاد آمفتامینه. و وای آمفتامین اصلا یه دراگی، یه جوری مغز تو رو از کار میندازه، یه جوری اصلا روح و روان تو میرزه به هم، یه کاری با مغز تو اصلا وحش. آدم سرد و خشنی شده بود و
وگرنه به همین راحتی که نمیشه آدم کش، حتما یه چیزی تو خونش بوده. تو امریکا خدا میدونه چی زده. حالا اینجا که بود فقط جوینت میزد مثل بقیه. مثلا من خودم تو هند همه چی داشتم، مثلا سبک سنگی، من این نمیزد چیزی. ببینید کاراکترش چه جوری بود. از نمود که بس که میشد یهو مثلا یهو خیره میشد به یه جایی، انگار مثلا من باید ازش بترسم. خب میدیم آدم مریض اینجوری. به مامانم میگه اینجا یه مشکلاتی به وجود اومده. مامانم میگه خیلی خوب به نیما بگو بیاد کمکت کنه دیگه. میدونی؟ نیما مثلا دوست صمیمی میشه که برگشته به مامانم گفته ببین مامان اینا همه با هم همدستن، نیما پوری اینا همه با هم. حتی اون موقع نیما ایران بود، بلند میشه میره نیویورک، یه چند وقتا میره پیش رفی زندگی میکنه که بعدن کلن حاشا کرد که پیش رفی بوده. یه فامیلی داریم اونجا توی یه شهر دیگه، بهش میگیم براش کار پیدا کنه، خونه بگیره. همینا رو زنگ میزنه مامانم بهش بگه، این گوشی رو برمیداره سری میگه به مامان من الان نیما میشم نمیتونم با حرف بزنم، بعدن بهم زنگ بزن، که گوشی رو قطع میکنه که دیگه ما نتونستیم باش حرف بزنیم. یک هفته مونده به این اتفاق. من براش مسیج میذارم تو فیسبوک، میگم رفی فلانی برات این کارا رو کرده، اینطور میزنه اوکی مرسی که این کارا رو کردین، اوکی مرسی که این کارا رو کردین. خب من میفهمم این رفی نیست جواب داده، یکی دیگه جاش جواب داده. من میشناسم برادر خودمو. باز بهش مسیج دادیم، زنگ زدیم که دیگه هیچی به هیچی، دیگه نتونستیم باش حرف بزنیم. صدای شب این بود که یه توپی از بلندی بیفته پایین. من نارگیل خریده بودم گشودم روی یخچال، گفتم خب حتما اونه دیگه افتاده. کیارش اومد بیرون، کیارش دو برابر منه قدش، یعنی مثلا اگه وایس بغل من پاهاش دو تا پاهای منه، یعنی یه چیزی اونجا باشه کیارش دو قدم سه قدم برمیداشت میرسید بهش، من بعد 15 قدم برمیداشتم میرسیدم. فرز بود. تا صدای تیر رو شنید پرید بیرون، تیر خورد. من میگم اصلا همین به کشتنش داده. تو مموریال دایی کیارش رو میبینم، میگه وقتی کیارش رو پیدا کردن سلفونش همینجوری باز بود توی دستش و آخرین مسیج که گرفته مسیج من بود. دلم میخواد فکر کنم پس خیلی سریع اتفاق افتاد، یعنی همون لحظه که داشت مسیج منو میخوند اومد بیرون. و دلم میخواد فکر کنم it wasn't painful for him, you know. These are the kind of things that I think about. سن جدا که شده بودن نیده بودن رفیو تا تابستون یه سال قبل این اتفاق که دکیتس کنسرت داشت توی گالری که ببین نادر منیجر دکیتس کارهای آینسی رو دیده بود، حال کرده بود اینا. من اصلاً گفتم با بچه‌ها باحالین. کارهای اینا رو برداشته بود یه نمایشگاه گذاشته بود که دکیتس تو همون نمایشگاه چیز کنسرت گذاشته بود، می‌دونی؟ که بعد یهو رفی میفهمه همین که می‌خواد بیاد بره تو، یهو منیجره اینو میبینه، نادر اینو میبینه، میگه که آقا این نیا تو ها. خب خیلی هم اختلاف داشتن با هم، مشکل داشتن. به سکیوریتی های اونجا از اون آدم گنده هستن دم کلاب ها وای میستن، میگه که نیا تو ها. اینا میرن میگیرنش جلو چش همه، قد و قواره هم که نداشت، خیلی ریزه میزه بود، جلو چش هم میبرن در اونجا با داد و هوا اونجا میندازنش بیرون، اصلا نمیذارن بمونه تو نمایشگاه، میدونی؟ زنگ میزنه به یکی از این بچه، حالا یا زنگ میزنه یا مسیج میده، میگه ببین من خیلی در حق شما بدی کردم ولی شما راحت شدین، از دست من خودتون رو نجات دادین. این بچه ها گوشنش کنار، این خیلی تنها شده دیگه. مثلا کیارش اینا کنسرت دارن، میره وای میسه از پشت در شیشه یه گالری وای میسه اینا رو نگاه میکنه، ولی تو نمیره، حالا یا میترسه یا خجالت میکشه. بعد دوستاش میان بهش میگن رفی بابا این مگه بندت نیست، واسه چی نمیای تو؟ میگه نه همینجا خوبه. خیلی سخته براش دیگه، خیلی سخته، خیلی سخته. فکر کن تو یکی از دست دادی که انقدر به تو نزدیکه و این آدم داشت میومد خونه تو و این اتفاق افتاد براش. همش به خودم میگم Why I didn't insist he come sooner. اگه اصرار کردم میومد. میدونی اگه فقط 8 دقیقه زودتر راه افتاده بود الان اینجا بود. یعنی اگه همون لحظه که داشت مسیج میداد راه افتاده بود، فقط اگه از اون پله ها اومده بود پایین. ما که رفته اونجا خب خیلی ازش خبر نداریم، نمیدونیم الان اوضاعش چطوریه. واسه همین هر دفعه بهش زنگ میزنیم مثلا برمیگردیم بهش میگیم بابا رفی اگه پول لازم داری بگی، یا اصلا اگه فکر می‌کنی اوضاعت اونجا خوب نیست پاشو بیا برگرد بیا ایران. یه یعنی هر دفعه با توپ پر برمیگره با میگه چرا فکر می‌کنی وضع من اینجا بده؟ خب یعنی خوبه اوضاعش دیگه. و حال مامان من هر شب به این زنگ گریه مثلا ترچی میشه تو نیویورک داره
مثلا اخبار نشون میده این جوانه دارن مواد مصرف میکنن، این سری زنگ به رفی که رفی نکنه تو موتا چی که برگشته به مامانم گفته بوده به مامان مثلا توی تهران یه سیگار میکشیدم اونم اومدم اینجا ترک کردم، میگه چون اصلا نفسم نمیشه، چون کارش با دو چرخ هست دیگه، میگه نفسم نمیکشه اگه بخوام میرم سراغ این چیزا، میگه تمام مدت من دارم ورزش میکنم، این تنم تمام عضله شده سفت شده از پس من دارم ورزش میکنم. آه خب یه چی نمیگه وضع من بده وقتی رفته اونجا میدونی؟ حالا کیارش اون رفیق سمی محمود به من میگه، میگه فلانی من یه درام ندارم اونجا باش تمرین کنم، مثلا درام یکی بود این سیمبالاش رو میگرفت میبرد تمرین میکرد پس میوم. خیلی سخت. حالا فقط شانسی که داشتم بود که بچه اونجا همه با هم بودن، هوای همدیگر رو داشتن. ولی خب رفیق اینا جدا شده بود، تنها مونده بود و بله خونه گرفته بود، ولی چقدر؟ 5 متر. یه خونه گرفته بوده 5 متر. نیویورک گرونه، اصلا با تهران و اینا قابل مقایسه نیست. اینم با پولی که در می آورد چه من یه البته سادم نمیتونسته بکنه دیگه، چه برسه بگه بخواد تفنگ بخره میدونی؟ دیسکان سمی آتوماتیک. من سربازی نرفتم، قبل از این هر موقع صدای شلیک میشیدم فکر میکردم مثلا این نفهمیدم که این صدا زیاده از تیر است که شلیک شده یا از اون چیزیه که تیر خورده بهش. تو فیلم دیده بودم، تو فیلم دیده بودم که مثلا یه تیری از تفنگ در میشه، بعد این تیره میره میخوره تو شیشه، بعد شیشه پودر میشه، بعد همه چی اسلو میشه، بعد یه موزیک کانتری از این مزخرف ها روش پخش میشه. ولی خب اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. در واقع در لحظه که تیر شلیک میشه، قبل از اینکه شما صداشو بشنوین، این تیره میخوره به طرف، میخوره به هدف، هیت تارگت. میگن تفنگی که دست رفی بوده اون شب سمی اتوماتیک بوده، یعنی نیمه اتوماتیک بوده، یعنی ما یه چیزی ساختیم که نیمه اتوماتیکه. یعنی وقتی یه تیری در میشه، این تیر بعدی هم اینجوری پشت سر هم اتوماتیکمان میره، بعد نفر بعدی، بعد نفر بعدی، بعد نفر بعدی. پوکش مدام میخورد رو موزاییک های کف حال. ظاهرا یه سه ماه قبلش هم دعواش میشه با اندی. اینا رفیا که اخراج کرده بودن، پوریا به اندی میگه بیاد به جاش بیس بزنه، سر همین رفی که میفهمه قاطی میکنه. اینا رفته بودن یه باری همون نزدیکه خونهشون که پاتوقشون بوده، مثل که زیاد هم میرفتن اونجا، که یهو رفی از راه میرسه علای جمعیت رد میشه اونجا، که پخ میخوامونه تخت سینهش، میگه چه خبر دایی جون؟ منظورش اندی بوده، اینا بهش میگن دایی جون. چی میگه پخ چه خبر دایی جون؟ که دست به یقین میشم میرم بیرون کتک کاری. حالا اندی که میگم هیکل اینقدر، اصلا مامانش سرخ پوسته و خودش داره میگه آقا من اینو گرفته بودم، یه زدم زیر پشت انداختم زمین، گفت تا میخورد زدمش، گفت یقش گرفته بودم همینجوری ضربه میزدم تو صورت، همینجوری ضربه میزدم، ضربه میزدم، ضربه میزدم، گفت دستاشو گرفته بودم، گفت نمیذاشتم تکون بخوره، گفت میخوابوندم تو صورتش، میخوابوندم تو دماغش، همینجوری میزدم تو صورتش، ضربه میزدم. همین رفی چیکار میکرده؟ فقط میخندیده. که میگن شبش تو اسکایپ بهش مسیج میده که ببین من میکشمت، که میگن اندی اصلا یه جوری ترسیده بوده که همون شب جمع میکنه میره پیش بچه ها، بچه ها میگن ویلکوم بابا اینجا امریکاست، همه این بلوفا میان. ولی اندی واقعا ترس بود، من میدونم، خودش تعریف کرد، میگفت ما شب میرفتیم بالا پشت بوم، میگفت اونجا مثلا پاتوقمون بود، حالا درینک میزنیم، یه چیزی میزنیم، حال میکردیم، میخندیدیم و اینا. میگفت یه کافی بود یه سایه ای از پشت بوم بغل رد شه یا یه صدایی بیاد. میگفت همه میخندیدن، میگفتن لابد اینم رفی اومده زاخسه ما رو چوب بزن. من میخندم ولی واقعا کی فکرشو میکرد؟ Emergency is where I want to be. تمام این هفته این آهنگ بیورک رو گوش دادم، دوستان میام خونه برام مثلا غذا میپزن، لباسم هم میرزن توی واشینگ میشین، ظرفم رو میشورن، کل خونه تمیزه، تمیز میکنم و من فقط همینجوری دراز میکشم روی کاوچ، هدفون رو گوشم و به سقف نگاه میکنم. من فهمیدم به جای اینکه 911 رو بگیرم 110 ایران رو گرفتم، صدای جیغ اومد، صدای شکستنی اومد، گفتم حتما یکی از بچه هاست دیگه، پاش خورده به یکی از این بطری که خالی بوده پایین کنار کاناپه، این افتاده شکسته.
بدم نه دیگه، صدای تیره دیگه پوریا، داره یکی داره تیراندازی میکنه، یکی تو خونه داره تیراندازی میکنه. ما خونمون اینجوری بود که هر طبقه 12 تا پله داشت، یه دونه یه تیکه بود یه پاگرد، بعد دوباره 12 تا پله بود یه پاگرد. من دویدم رفتم توی کمد قایم شدم تو اتاقم. کمد اتاق من اصلا اینجوری بود که توی دیوار در برده بودم، یعنی اگه می‌خواستی در کمد باز کنی بعد در اتاقم می‌بستی که بتونی در کمد باز کنی. یعنی من گفتم هر کسی از این اصلا امکان نداره بفهمه اونجا کمد من، رفتم توش قایم شدم که بعد یهو دیدم داره میدوه میاد بالا، یه جوری تون میومد بالا. من گفتم این اصلا یه نفر نیست، دو سه نفره. بعد با لگد زد در کمد رو باز کرد، دیدم رفیه. گفتم رفیه، رفی با تفنگ تو خونه داره همه رو. گفتم نه من یه زیاد خوردی پوریا، زیاد خوردی، خوابت برده رو کاناپه اون موقع که داشتی پول گیم بازی میکردی، داری خواب میبینی. مثلا کیارش و پوریا و رفی در واقع با یه ویزای توریستی میرن امریکا توی فستیوال اجرا کنن. اصلا میدونین دلیل اصلی رفتنشون هم این بود که درامر دکیت یه تایمی که با اینا اجرا کرد و اینا هم حال نکرد چی شد، اینا رو یهو ول کرد رفت کانادا، اینا یهو درامر نداشتن. بعد منیجر میگه آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگه به فری مایند بگیم بیاد که کیارش حالا واسه خودشون درام میزنه واسه اینا هم بزنه. خب فری مایند هم دست گروه پوریا بود دیگه، یعنی حالا متاسفانه بعد من رفی بیس میزد، کیارش درام میزد، پوریا هم میخوند هم میزد، اصلا سرپرست بود. ولی منیجره اینا رو پوش کرد، یعنی اصلا ساپورتشون کرد که اینا بیان اونجا. اصلا پول ویزا رو هم این داده بوده، ظاهرا منیجره پول ویزای اینا رو داده بوده، پول تمدید ویزا هم این داده بوده. آقا یه تایمی هم گذشته پولش رو میخواد. ببینید خب منم اینجوریه، من یه پولی به شما میدم آقا پول پس میگیرم دیگه، مثلا میگم آقا یه پولی دادیم پول پس بگیریم. اینم یه تایمی گذشته پولش رو میخواد، ظاهرا اینا هم هی به رفیق میگم آقا پول اینو پس بده، آقا پول اینو پس داستان میشه، پول این منیجر پول نادر رو پس بده، آقا پول اینو پس بده، یعنی اولویت اینه پول اینو پس بده. اینم ظاهرا اصلا انگار نه انگار یه اختلاف این مدلی هم با هم دیگه داشتن که رفیق میگه اگه راست میگه رسیدش کن، رسید نشون میدم میگه برو بابا اصلا پول ویزا اینقدر نمیشه، این اصلا 800 900 دلار بوده که میگه اصلا مشخص شما جعل کردین، شما اینو دستکاری کردین، ما کلاهبرداری میخوایم که دارین دروغ میگین به من. اونا میگن اوکی ما دروغ میگیم دیگه، تو راست میگی، باشه باشه دمت هم گرم، اصلا پول ویزا رو نمیخواد بدی، پول کرایه رو هم نمیخواد بدی، پول هیچ رو نمیخواد بدی، فقط برو، فقط برو که اینم میره و دیگه هم نمیبیننش تا همون روز گالری که اونجا. میگن کسی که به سرعت نور نزدیک میشه زمان براش کنتر میگذره، بعد اگه بتونه از سرعت نور بزنه جلو میتونه برگرده عقب. میگن اگه جهان دور خودش بچرخه بعد ما با سرعت نور دور جهان بچرخیم میتونیم برگردیم عقب، یه چیزایی رو تغییر بدیم. میگن برمیگردیم به نقطه حرکتمون، یعنی میشه یه چیزایی رو عوض کرد، یه چیزایی که پیش اومده دیگه پیش نیاد. خب من دوست ندارم صدای نفس کیارش رو بشنوم پشت اتاق، من دوست دارم برگرده عقب، دوست ندارم اون، دوست ندارم صدای اینا. من مطمئنم اون الان وایساده پشت به نور، سایش افتاده کف اتاق. مامان من دونه دونه علنگاشو میفروشه، پول میریزه به کارت مامان کیارش انوش که اون برداره بریزه به کارت پسرخالش تو دبی، که اون بریزه به یه حسابی تو امریکا، این بچه‌ها برن بگیرن ازش. اینا که الان رفتن خب شماره حساب که ندارن، بعدم این بانک‌های ایرانی همه تحریم شدن دیگه، که حالا ما دو بار پول ریختیم که دفعه دوم 700 دلار پول کم رسیده بود دست رفی. که مامان من میپرسه از مامان کیارش انوش که میگن نمیدونی مثلا مثل اینکه هزینه برداشته چی شده، منتها رفی میگه نه آقا پوریا برداشته پولو کامل نداده بهش، که اصلا الان خودش یه شماره حساب دیگه داده، میگه نمیخواد بریزیم به شماره حساب اینا، بریزیم به این شماره حساب جدیده. بعدم آره اصلا رفی مثل بقیه بچه ها نیست، دنبال پناهندگی اینا نمیگرده، میخواد اقامتش رو بگیره، واسه همین این مجبور هر سه ماه یه بار این ویزا رو تمدید کنه، که حالا مثل که دفعه آخر این منیجر بچه نادر ورشه ویزای اینو تمدید کرده، که حالا اینا هی گیر که آخه پول ویزایی من میگم باشه پول حقشه، پولش رو میخواد، پول داده پولش رو میخواد، منتها الان رفی میگه من پول ندارم دستتون دیگه، من پول ندارم دستتون، از همون پول بردارین پول ویزای نادرم بدین، زیر بار حرف زور نمیره، که الان همین شده بچه ها پولی الان شاکی هن که تو چرا اصلا به مامان فرشی گفتی که پول کم رسیده دست تو، چرا الان داری پول ویزای اینو نمیدی. پوریا داره میگه من میخوام برم با دوستم زندگی کنم، کیارش داره میگه من میخوام برم با داداشم با انوش زندگی کنم، اینو تک و تنها ول کردن تو نیویورک.
ما هم دیدیم اینطوریه، واسه پول فرستادیم رفته خونه گرفته، عکسش هم فرستاد، موبایل گرفته، لپتاپ خریده، دو تا دوچرخه خریده. اصلا همون موقع که رفی ازشون جدا میشه زنگ زنه به یکی از دوستان که ترکیه است، زنگ زنه میگه آقا من از دوچرخه افتادم پام مو برداشته، تکون نمیتونم بخورم، اینا منو ول کردن، اینا منو ول کردن، میگن چرا کرایه خونه رو نمیدی؟ که این دوست منم ناراحت زنگ زد، ما خیلی صمیمی بودیم با هم، زنگ زد بابا اینا چرا اینجوری کردن؟ که زنگ زد به بچه‌ها گفت حالا اختلافی از هر چیزی هست، شما باید هوای هم دیگه رو داشته باشین تو شهر غریب، باید بیشتر به هم دیگه کمک کنین، حالا این افتاده پاش مو برداشته گیر میدین میگین که چرا کرایه خونه نمیدی؟ که این دوستای من میگن کی مو برداشته؟ میگن چی میگی؟ اصلا دوچرخه نفتاده یا الکی میگم بابا اصلا نمیم یه گچی باندی چیزی پیدا کرده مالیده پاش بسته دور پاش که کرایه خونه رو نده که پول ویزا من دیدم قبلن همین صحنه رو دیدم خودم رو دیدم که این کلاه رو از کتاش میاره اینجوری کشیدم رو صورتم رفتم تو کمد دیدم این صحنه رو اینش رو دیدم میگم اگه یه چیزی رو دیدم که خب دوباره هم میبینم پس این اصلا خب واقعی نیست میتونه اصلا الکی باشه دیگه بعد میگم نه یه چیزی زدی شاید اصلا اثر دراگه شاید یه ذره چرا ته زبونم تلخ میشه چرا چشمام سیاهی میره میگم کاش فیلم بود میشد بزنی عقب چون الان برنامه هم اجرا کردم مثل اینکه اینا رو خیلی تحبیل گرفتن وقتی میگم اینطور واسم اون پول ریختن دلار ریختن که حالا مثل اینکه پوریا نداده کل پولو بهشون دیگه گفته واسم بعد نمیدونم پس انداز کنیم واسه گروه چیکار کنه که رفی میگه خیلی دارن منو تحویل میگیرن اصلا بقیه بچه ها حسودیشون شده دارن میگن چون انقدر بین ما تو رو تحویل میگن این انقدر سفیده شبیه نور به شیا بود انقدر سفیده میگه خیلی دارن منو تحویل میگیرن بین بچه ها که حالا دو بار سه بارم برنامه اجرا کردن که خیلی خوب بوده دفعه سومه یا چهارمه میان برن تو همین گالریه بزنن نمیدونم اونجا پوریا چی بوده حالا با یکم دوست شده بوده اونجا با یه دختره چی بوده چی زده که نمیتونه خودش خراب میکنه خودش میگه ما باید جدا بشیم اصلا میگه اینطوری اختلاف داشتن سر موزیک بله اختلاف داشتن سر موزیک حتی اون موقع که منم برای پوریا اینو بیس میزدم همین بحثا رو داشتیم که اصلا دیگه بعدش من افتادم تصادف کردم من دستم داغون شد اینا به رفی گفتم بیاد جای من ولی من آدم روکیه من همون موقع بهشون گفتم رفی اصلا سبک بیسی که میزنه با شماها جور نیست چون رفی قبلا توی گروه متال بوده اصلا سبک بیسی هم که رفی میزد در اصل متال بود به اینا که پانک راک بودن به هیچ وجه نمیخورد بله درسته اونام همین گیتار دارن بیس دارن درام دارن ولی یه فرقش به طور کلی اگه بخوام بگیم اینه که تمپوی پانک راک خیلی فست تر از متالی که ما معمولا میشنویم بعد یه چیز دیگه هم که هست اینه که توی متال اونی که بیس میزنه گیتار تپ میکنه یعنی چی یعنی جفتشون یه ملودی میزنن اصلا اینجوری نیست این یه چیز بزنه اون یه چیز دیگه ولی توی پانک راک اونی که بیس میزنه خیلی مستقل تره و واقعا نقشش بیشتر برای همینه دارم میگم مهمه کی بزنه اصلا چطور بزنه با چه لهجه‌ای بزنه با چه لحنی بزنه اصلا سواد موسیقی داره یا میدونه فلسفه پانک راک شما گیتار گرفتی میدونه اصلا پانک راک چیه یا اصلا اینا رو بزن یه اسلپ بزن گیتار گرفتی یه اسلپ میگن تو بعضی از اسلحه ها سرعت بلوره از سرعت صوت بیشتره یعنی قبل از این که صداشو بشنوی خورده بهت میزنه تخت سینم پرتم میکنه تو کمد تازه وقتی که آدم از شوک در میاد و واقعیت رو میبینه اون موقع میفهمه چی شده همه رفتن و من این احساسی دارم که همه سوار یه ترین شدن و رفتن و من اینجا تنها موندم تو ایستگاه قطار یعنی میفهمم که هر اتفاقی که بیفت آدم ها باید زندگیشو ادامه بدن میفهمم ولی من اصلا آماده نیستم باراش ظاهران برگشتی به زندگی نرمال یعنی فقط تو دیگه اون آدم قبلی نیستی یعنی همه چیز سر جاش مثل قبل apart from yourself like the one who you were before just doesn't exist any longer و باید عادت کنی دیگه نبینیش هر روز دیگه صداشو نمیشنوی اون شاو که برات خریده اون
بوی عطرش، مسواک اضافهش توی جای مسواکی تو خونت، جای انگشتش روی دیوار کنار تخت. من دیگه هیچ وقت حاضر نیستم برم تو اون خونه. وقتی به این فکر میکنم که اون درا، دیوارا، صداشو توی خودشون رو ضبط کردن، I think it's so unfair. وقتی به این فکر میکنم که کیارش یه بار بهم گفت تنها چیزی از یک آدم که میمونه صداشه، میره توی شکافای کابینت آشپزخونه، توی بالش، توی پتوی آدم، توی کف خون آدم سیو میشه. من واقعا نمیدونم با این همچین چیزی چجوری کنار بیام. I can't even describe it. الان که رفتن پیش انوشینا دیگه تو همون خونه ای که دکیست، حالا مثلا اونجا تو نیویورک اینطوریه دیگه، مثلا برمیدارن این سولای گنده، لافتای گنده رو اجاره میدن به این آرتیست ها، مثلا به موزیسیان ها که سر و صداشون زیاده، یا به نقاش ها که ریخت و پاششون زیاده. حالا اتاق هم که ندارن، مثلا اینطوریه که با پارتیشن اومدن اینا رو از هم دیگه جدا کردن، بعد مثلا یه کاناپه است از اینجا تا اینجا، اینا همه رو این میخوابن دیگه، مثلا یکی سرشون بر پاش این ور، یکی سرش نمیدونم اون ور پاش تو حلقه این رفیقن دیگه. کلون یه ما گذشته پاشتن رفتن چند تا خیابون اون برتر، از خودشون کیارش و پوریا و رفی یه جایی گرفتن، همونجا دارن تمرین میکنن، دارن زندگی میکنن، اجرا گذاشتن اونجا. منطقه الان مثلا گیر دادن به رفی که آقا تو نباید سر کار بری، تو همش باید باشی اجرا کنی، که رفی میگه ببین اینا منظورشون اینه که من بگیرم بخوابم. خب اینا مثلا آدمی نیست بخواد بشینه تو خونه. از روز اولی که رفته دوستش طراح لباس یه خواننده خیلی معروفه، مثلا میره وای میسه پیش اون اتو میکنه، حالا یه روز $100 بهش میدن، یه روز $50 بهش میدن، میگه ببین من دلم واسه این بچه‌ها میسوزه، مثلا یه صبح تا شبم میخوابن که بکنه بیدارشن، گشنه‌شون باشه، بخوان چیزی بخورن. میگه ولی من دارم میرم سر کار، دارم غذای خوب میخورم، که حالا اینا هم گیر دادن که نه تو داری ولخرجی میکنی، تو بعد پولاتو پس انداز کنی، واسه گروه ما این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. متو چیزی که الان هست، گیر دادن به این که تو داری دزدی میکنی، تو داری بی اجازه به وسیله‌های ما دست. من میگم تو همخونگی پیش میاد، شما وسیله تو انداختی اونجا، مثلا میگی دیگه اینو ننداز اینجا، شامپو میخرید همه استفاده میکنن، بعد تموم میشه یکی دیگه مثلا میخره میذاره جای اون. دزدی نیست که اینا خمیر دندون رو تا تهش استفاده نمیکنن، میندازن تو سد. تیغ دیگه چیه؟ تیغی که یه بار استفاده کردن رو میندازن تو سد. رفی برمیداره استفاده میکنه، خمیر دندون رو برمیداره استفاده میکنه، همین رو برگشتن دارن بهش میگن تو داری دزدی میکنی، تو داری بی اجازه به وسیله‌های ما دست میزنی. آخه اونم یه کاره عجیب غریبی میکرد دیگه، یعنی اصلا یه شب که از دیسکو میام بیرون، اینم میاد با کاپشن اینکه که تو دیسکو بلند کرده بوده میگه بریم. یا تیکت مترو چیه دیگه؟ یعنی آقا جمع شدیم بریم سوار مترو شیم تیکت بگیم، یا برگشتیم دیدیم رفی نیست، یا بعد میبینیم که از اون داره میدو، از اون گیتی که داره تیکت رو چک میکنه جفت با میپره اون و بعد داد که بابا بی خیالم، تیکت برای چی میخواییم بگیرین ترسوها، الان دیگه هرچی میترسیم ول کنید، اینجا امریکاست، اینجا که دیگه چیز نیست که برای هر چیزی بگیرن بکننتون تو زندون، نمیم کول باشید هپی باشید، کول باشید هپی باشید. چی رو نترسن؟ اونا واقعا میترسیدن، میترسن با یه بهونه کوچک اینا رو بندازن بیرون، چون اقامت که نداشتن، با یه ویزای توریستی ساده رفته بودن و کارشون هم سخت بوده. بابا تو همون بروکلینش هزار تا گروه هست، اینا بهتر، اینا هی این کافه بزن اون کافه، خیلی کار سخت، من میدونم واقعا کار سختیه، ولی خب عوضش حالشون خوب بود انصافا. اون اوائل خیلی حالشون خوب بود، بعد هی زنگ به من که ببین اینجا همه چی خوبه، فقط ای کاش تو هم اینجا پیش ما بودی. گفتن اینجا همه چی خوبه، فقط تو رو کم داریم. بعد یه عکس میذاشتن از بروکلین بریج تایم سکویر، بعد میگفتن اصلا میگفتن را که میریم اینجا انگار تو فیلمیم، از بس هر تیکش توی فیلم دیدیم. حالا چون من فیلم زیاد میبینم، من میگفتم سری مثلا عکس میذاشتم فیسبوک، سری میگفتم آه این سین سیتی، آه این مثلا مچ پوینت، این تاکسی درایوره، اون ترانسفورمر یکه، مثلا اون بگو مثلا ترانسفورمر دوه، اون ترانسفورمر سه. اونا خیلی خوش،
کول هپی، من این ور دارک. خیلی دستش قوی بود، انگشتش هم خیلی ظریف بود. بعد ما با همی رفتیم سنگ نوردی، اینجوری دستشو میداخت روی این سنگ و از همه زودتر میرسید اون بالا. از اون بالا وای میستاد ما رو نگاه میکرد. اینقدر قوی بود دستش، اینقدر سفت دستای منو چسبیده بود. من هر کاری میکردم نمیتونستم تفنگ رو ازش بگیرم، من که کف دستم خیس عرق شده بود. خیلی خوشحاله، چشماش they're like shining. میگه you can do this Juju. تو باید قوی باشی. نمیتونم بخوابم، نمیتونم بخورم، اصلا برام مهم نیست چه اتفاقی بیفت برام. و دوستاش میان و بهم میگن ناراحت نباش، کیارش جاش خوبه. میگن تو خواب دیدنش، میگن خیلی هم آروم بود و حالش خوب بود. که دیگه من ناراحت میشم، میگم خب چرا نمیاد به خواب من؟ من که نزدیکترین آدم بودم بهت. Why don't you come to me؟ تا اینکه میاد و بهم میگه You can do this Juju. به من میگفت Juju همیشه اینجوری. You can do this. تو باید قوی باشی. از صبح که بیدار میشم به خودم میگم خب why not؟ اگه اون اینجوری میخواد why not؟ بلند میشم، میرم حموم، لباس میپوشم، میرم بیرون، میرم گروسری استور، میرم خرید میکنم، میام خونه، آشپزی میکنم، حتی فسنجون درست میکنم. ببخشید کیارش عاشق فسنجون بود. خودش بهم یاد داده بود و همیشه فسنجون گرفت و I don't know. I just try to find a way to go on. ببخشید اینجا کی موزیسیانه؟ نه داری موزیسیان هیشکی چی از شغلش موزیک نیست چی؟ شغل موزیک؟ شغلتونه؟ چون بابای من همیشه میگفت، الان هم همینطور میگه، مگه موزیک شغله؟ موزیک که نشد شغل. و این بچه ها هر کاری میکردن که موزیک مثلا بشه شغلشون، کارای اشتباه. حتی مثلا زمستون میرفتن ویلا کرایه میکردن، تو دیزین اسکی میکردن فیلم پر کنن بفرستن واسه فستیوال های موزیک تو نیویورک. و همونجا کیارش و پوریا دائم با هم دعواشون میشد، رفی اینا رو آشتی میداد. مثلا افتاده بود پوریا پاش شکسته بود، از اینجا تا اینجا پاش تو گشت، رفی میرفت کاراشو میکرد، مامانشینا هم جدا شده بودن، رفی میرفت براش غذا درست میکرد، لباسای اینو برمیداشت میابرد، ما میرفتیم تو ماشین لباسشویی. بعد یهو میدیدی پوریا یه هفته پاپیچه شده، پاشان رفتن دوچرخه سواری کنن، صخره نوردی کنن که فیلم بفرستن واسه فستیوالای تو نیویورک اینا رو قبول کنن. دائما میرفتن ترکیه برمیگشتن، حالا به اینا ویزا هم نمیدادن. بعد بابای منم که اصلا موافق نبود، گفت که چی مثلا موزیک که نشد شغل، موسیقی که شغل نیست. مامان هم همینطور، اونم مثلا راضی نبود. من تا میگو خب ما اگه اینو نفرستیم دق میکنه دیگه، به خاطر دل خودش راضی شد. این خیلی عزیز کرده بود دیگه. مثلا مامانم اینا بچه اولشون دختره رفی، بچه دومشون دنیا که اومده سه تا گوسفند قربونی کردن براش، انقدر عزیز کرده بود. حتی واسه همین نیویورک رفتنش هم مامان من گوسفند نست، یکی بکنم واقعا این گوسفنده شد. که دیگه آخرین بار رفته بودن ترکیه، بهشون خیلی سریع بدون نوبت ویزا داده بودن و کاراشون شده بود. و میگه الان رسیدم فرودگاه نیویورک، انقدر خوشحالم، انقدر بالا پایین میپرم، انقدر ذوق زدم، این سازم رو کولمه، دسته سازم پاره میشه، سازم دق کوبیده میشه رو زمین، من کپ میکنم، فکر میکنم سازم شکست. این یه باری که خون بود که از کنار پای رفی راه افتاد، اومد سمت در پشت بوم، از در پشت بوم، از زیر در پشت بوم رد شد، پشت سر من میومد، از طبقه سوم اومد طبقه دوم، از طبقه دوم اومد طبقه اول، اومد تو حال، اومد تو خیابون، از تو خیابون رد شد، اومد تو پیاده رو، از تو پیاده رو رد شد، رفت
سمت کافه، بعد رفت از جلوی سینمای رد شد، رفت تو مترو، رفت چسبید کفه کفش آدم ها، کفه کفش همه ی آدم ها. همون یه باری که خون من زندانم بودم. اصلا من عاشق شعر بودم، حتی میخواستم ادبیات انگلیسی بخونم، ولی تو انتخاب رشته اشتباهی دانشگاه قم رو زدم و هیچی دیگه دانشجو قم شدم. بعد ریش گذاشته بودم مو کوتاه که کسی منو نشناسه یا نگن این بیسیست است. و میرفتم سر کلاس میشستم و هیچی هم نمیگفتم و هیچ. و هم بود دیگه اون دوره من خیلی متاسفانه بچه ها رو نمیدیدم، چون 5 صبح میرفتم قم، بعد از ظهر برمیگشت. فقط چرا خونه یکی از بچه ها برای پوکر دست ما بود که من از قم که برمیگشتم یه راست میرفتم اونجا یه دست پوکر میزدم دوباره برمیگشتم قم. همین بود کارم، هی پوکر قم، پوکر قم، که بعد کیارش بهم زنگ زد گفت ببین من میدونم الان درگیر دانشگاه و این داستانه ای، ولی من دیگه 2-3 روز دیگه دارم میرم و واقعا تا درست ازت خداحافظی نکنم نمیرم. که من بهش گفتم بیاد امامزاده داوود. آخه من با خواهرم اینا یه اکیپ میشدیم میرفتیم امامزاده داوود، من خواهرم عکاسی نجوم میکنم، بعد باید ببینید عکساشو، یه آرتیست به تمام معناست. که بعد کیارش اومد قشنگ یادم یه تیشرت پینک فلوید پوشیده بود با یه عکسش هست. این آخرین باری بود که من کیارش رو دیدم. و من هی دارم به این فکر میگم شاید اگه من موام بلند بود اونا منو با خودشون میبردن، چون من موامو تراشیدن دیگه. من قبلش موام دردلاک بود، من اولین کسی بودم تو ایران موهاشو دردلاک کرد. من همیشه تو زندگی بدترین جای ممکن بودم، من فقط با دوستم رفتم سر کوچه یه سیگار بکشم همین. کیو بعد دیدم شلوغ شد، دیدم هی پلیس این ور میدوه اون ور، این ور میدوه اون ور، من میتونستم فرار کنم و گفتم بذار طبیعی کنم که هیچی دیگه. یه ریختن گرفتن، بعد من فهمیدم سر چیز که شلوغ شده بود مردم از بالا پشتون بتون انداخته بودن رو سر مامورا که کلا کاسکت یکشون شکسته بود. بعد یهو دیدم این رئیسشون اومد سمت من، اینجوری منو گرفت از پشت دست، اینجوری یه میلگرد انقدی دستش اینجوری بلند کرد بزنه، که من گفتم نه داداش این که نیست، با این که نمیخوای بزنی، که اینجوری تق زد اینجا سرم. حالا شانس آوردم موام دردلاک بود، چون اینجوری زد کمونه کرد که همین اصلا گرفتن بردن موام هم تراشیدن و هنوز که همیزه با من اصلا نفهمیدم اون دوره چی شد. من بهش میگفتم پرژن پرنس، به کیارش واقعا هم این پرنس بود، موهاش، صورتش، ابروهاش. اصلا اولین بار که دیدمش به مامانم زنگ زدم گفتم I found my prince. It's done. با کیارش هم خیلی با فرهنگ ایران آشنا شدم. اون اولا اتفاقا من فارسی یاد میداد، ولی اون موقع اصلا نتونستم حرف بزنم و اونم بیشتر میخواست انگلیسیش رو خوب بشه، پس بیشتر با هم انگلیش صحبت میکردیم. ولی بعد این اتفاق شروع کردم خیلی جدی فارسی خوندم، یعنی زیاد خوندم، اینم یه آرامش خیلی خوبی بهم داد. ولی مثلا اون اولا مثلا رابطهش با دوستاش نمیفهمیدم، هی همدیگه رو بغل میکردن، هی شوخی کردن و خندیدن دوباره همدیگه رو بغل میکردن. اصلا برای همین تنها چیزی که من گرفتم از فرهنگ ایران این بود که خیلی هاگینگ هست، خیلی لاوینگ هست و
خب من از اسکندینیویا میام دیگه، نه که ما هم دیگه رو دوست نداشته باشیم، ولی نشون دادنش خیلی بلد نیستیم. ولی کیارش یه جوری بود که خیلی خوب میشد ازش فهمید که وقتی بچه بود خیلی بغلش کرده، خیلی گرم بود. کیارش از اینا بود که میدیدت میخواست هرچی داره بهت بده همینجوری، و اول یه ذره ترسیدم، بعد برای منم عادی شد. ولی من فکر نمی‌کنم آدم زیاد اینو تجربه کرده باشن، اینکه تو بدونی یکی تو رو زیاد دوست داره ولی هیچی ازت نمیخواد. بهش میگن unconditional love. و اتفاق که افتاد مثل it's a nightmare, a total nightmare. ولی من فکر میکنم این عشق ارزشش رو داشت. ببخشید اینجا کسی زندان بوده؟ یعنی یه نفر یه شب هم نبوده. حالا یکی از خیلی بوده. اونم مثل من شانس داشت، من که خودم که بودم. اما قصر در رفتم واقعا. ولی اون دوستام نه. من چند تا از این تو همون شلوغی ها بود، چند تا از این بچه های متال باز رو گرفته بودن، میگفتن شیطان پرستن، میخواستن اعدامشون کنن. واقعا بچه متال میوزیک، میگفتن اینا شیطان پرستن، میخواستن اعدامشون کنن. آخه متال میوزیک اعدام؟ واقعا دیگه ما ترسیده بودیم، چون بگیر بود. مجوز کنسرت هم که نمیدادن، اصلا میفهمیدنم داری زیرزمینی کار میکنی اذیت میکنی، یا میریختن تو جم سشن بچه ها. همین شد، اصلا خیلی از بندهای میوزیک همینجوری متلاشی شد، یا خیلی هاشون همینجوری از ایران رفتن، چون رفتن ارمنستان، رفتن امریکا، رفتن. چون واقعا ما نه آدم های سیاسی بودیم، نه اصلا بلد بودیم، نه اصلا میخواستیم. ما فقط عشقمون میوزیک بود، همین. ما گفتیم آقا چیکار کنیم؟ گفتم بریم یه جایی بریم تا آبا از آسیاب بیفته. که دیگه کیارش اینا که زودتر رفتن هند، انوش هم با بند خودشون رفتن ترکیه که برن ویزا بگیرن برن امریکا. دیگه من موندم، رفی موند و چند تا دیگه بچه ها که ما با هم جمع شدیم، بعداً اضافه شدیم به بچه ها تو هند. اصلا یه سری از کارهای سفارت رفی و من خودم کردم. اصلا حتی اونجا با هم همخونم شدیم، هیچ مشکلی هم نبود. رفی هم زندان بوده. تو همون موقع اوج شلوغی ها گرفتن بردنش، که دیگه اصلا از زندان اومد بیرون، از دانشگاه هم زد بیرون دیگه، میگفت مثلا من چه گناهی کردم، من واسه چی گرفتم، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. کسان گرفته بودم برده بودنش، ما همه پزشکی قانونی، همه بیمارستان، همه جا رو گشتیم، هیچ اثری ازش نبود، که واقعا ما فکر کردیم مرده، که اوه عده چقدر ولش کردن این بالا تو این میدونه دم مترو. کفشاش هم ازش گرفته بودن، که دیگه اصلا اومده بود بیرون از زندان، این اعصابش به هم ریخته بود دیگه. مثلا رفت سر کار، مانتا میگو ببین من هر چی دارم به اینا میگم، اینا میگن نه کوچولو، اینا درسه که تو خوندی، ما اگه مثلا فلان کارو بکنیم ورشکست میشیم. اینا بعدش میومد دیگه، از دزدی، از دروغگویی، از کلاهبرداری بعدش میومد، از کاره اومد بیرون، حقوق یه ماهش هم بهش ندادن، که دیگه اصلا گفتم میخوام برم. که همین شد، الان 7 ماه پشت با این بچه ها رفته هند، اونجا نیما داره باهاش زبانش رو کار میکنه، زبانش فول شده، که همونجا هم با پوریا اینا، با کیارش اینا همونجا آشنا شده. میدونین کالیگرو چیه؟ خیلی هم میدونن، اگه شنیدن یا خوندن. کالیگرو به قطر
لوله داخلی سلاح میگن که تو کشورهای مختلف فرق میکنه، مثل قواره کفش و لباس، یعنی هر جایی یه جوریه. مثلا یه مدلش هست که روسیه درست کرده که اون میگن اونقدر خطرناک نیست، اگه مثلا بخوره تو شکم، اگه خیلی جای حساسی به عضو حساسی نخوره توی بدن، میاد از تو کمر میره بیرون. ولی یه مدلی هست که یوگسلاوی درست کرده که اون خب خیلی خیلی وحشه، اون 9 سانتی میره تو بدن و میگن یه سوراخ خیلی بزرگی رو درست میکنه و خون اون کسی که تیر بهش خورده انقدر سریع لخته میشه که هیچ کاری واسش نمیشه کرد. ولی از همه بدتر همین کوچیک هاست، همین کالیبر 308 که تفنگ رفی هم کالیبر 308 بوده. این 12 سانت میره تو بدن و از نقطه‌ای که تو بدن منفجر میشه 7 سانت میره تو بقیه اعضای بدن. من وقتی رفیقامو دیدم اینا از تو پکیده بودم. من میگم هند خنده میگه چون ما اصلا اون دوره خیلی دوره خوبی بود، خیلی کیف کردم. اصلا خوبیش این بود که ببین اونجا ما میزدیم تمرین میکردیم بعد میفتادیم کره خوری. اتفاقا جایی هم که بودیم اسمش نیروانا بود، اسم بندی بود که ما خیلی دوست داشتیم، ولی خب پوریا اینا زرنگتر بودن، اینا رفته بودن بیرون شهر یه بانگالو گرفته بودن. و ببین این بهشت، مثلا جلوش چمن داشت، نخل داشت، دو طبقه خونه، 4 تا اتاق خواب که ما طبقه دوم اصلا باربیکیو میکردیم. من جمعه میت پارتی میگرفتم اونجا، مثلا گوش بود کلیچ آقا مثلا 1000 تومن با موتور من میرفتیم 15 کیلو مثلا گوش میگرفتیم گیر میدادم، همه هم کباب میگردیم. ببین دیگه انقدر میخوردیم راه نمیتونستیم بریم که گربا دیگه خوشخوشارشون بود، یه ما دوتا میخوردیم 3 تا میدادیم گربا. خیلی دوره خوبی بود. همه با هم بودیم، میخندیم، تمرین میکردیم، کیف میکردیم. رفی هم حالا رفی آدمی نبود خیلی مثلا حرف بزنه، بعد خودش مثلا میشه اون گوشا رو پلا گیتار میزد یا راه میافتادیم تو خیابون تو هند. خب تو به وقت من میگم کوکونا دستم جزید. آقا چیکار؟ من آقا من یه دوستم ندارم کوکونات ها، ولی یه حوض کردم تو خیامون داشتیم رد میشون، یه من کوکونات دیدم بالا درخت، کوکونات دیدم، اینا به رفی گفتم رفی بکنش، چون فرض بود من کارای اینجا میدادم رفی، من اون سوتو نزده بودم یه دیدم بالا درخته، سریع رفت و کوکونات رو کند و آورد و ما همجا داشتیم دور میشدیم، یه دیدم یه صدا میاد، برگشت دیدم یه هندیه با بچهش با یه چوب انقدی دنبال ما که دی بردی نگاه ده بردی ده بردی ده بردی اینجوری سرش هم تکون میداد که مثلا شما دزدید و اینا. حالا رو دیوار نوشته بود The Gift of God، خیلی مسیحی تو رو اینا نوشته بود، حالا یارو چش بود. ولی راست بگی من یه جوری اصلا ترسیدم، گفتم دیگه اینجا هم کتک بخوریم دیگه خیلیه. ولی رفی یک لات بازی در آن، یک دیوونه بازی در آن، یه دوید سمت یارو وایسا، یه گفت آه چه میگه؟ منو میخوای بزنه بیا بزن، بیا بزن منو، بیا بزن، با خودش رو میزد که اصلا یارو بکاف کرد. اصلا یه جوری ترسید کم بوده بود دو تا کوکونات دیگه. یه عکس کیارش تو هند داره وقتی رسیدیم گوا، دستش اینجوریه، داره سیگار میکشه، بغل دستش هم رفیه، این جلوی یه رودخونه وایستادن و این یه جلیقه تنشه، این موهای فرفریش هم داده عقب با یه کش، یه گردن بندم انداخته از این مهر چوبی ها. عجب بعد این اتفاق من هی تو عکس ها میگشتم،
هی تو لپتاپ من میگشتم هی این ور اون ور میگشتم گفتم عجیبه من یه عکس دوتایی با کیارش ندارم چون گفتم رفیقم دیگه گفتم اصلا ما که با هم رفیقم عکس گفتم خدا یعنی من کیار یه دونه عکس هم داد با من دلم تنگ میشه خدا ما یه عکس تکی از رفی نداشتیم بذاریم واسه مراسمش و همیشه با دوستاش بودم یه عکساش هم با اونا بود دیگه مثلا یه عکس داشت با کیارش ما همونو براشیم کراپ کردیم گوشیم تو پیجلش اینطوری تو هند هم بایستادن جلوشون روزخونه رفی دست رو اینطوری انداخته دور گردن کیارش و یه تیشرت کرم تنشه یه کلوتنیس سرمه‌ای با یه دستبند سیاه تو دستش که واقعا همیشه با دوستش اصلا قبل اینکه بخواد با کیارش اینو دوست بشه واسه خودش یه بند دیگه داشت دیگه توی یه گروه متال بود دائم با هم بودن اونا خونه ما بودن رفیق پیش اونا بود دائم با هم دیگه میزدن میخوردن میخوابیدن تمرین میکردن اجرا میذاشتن سی دی رد و بل یه بار سی دی های منو برشم داد بود دست یکی از این دوستاش منم لجم در اومد سی دی هایی رو برشم قایم کردم داشت میرفت بیرون دیرش هم شده بود دنبال این سی دی ها میگشت من بایستان از من پرسید که این سی دی های من کجاست منم همینطور پر رو بایستادم جلو شدم همونجا که سی دی های من هست یه بود دیوونه شده من اینطوری گردن منو سریع خودش پشیمون شد اومد دست من رو ماچ کرد پاهم ماچ کرد گفت گوه خوردم ببخشید گوه خوردم و واقعا این تنها باری بود که ما با هم دیگه دعوا میشد اینقدر همیشه ساکت بود مظلوم بود اصلا صدای رفی تو خونه در نمی اومد ما اصلا ما از بچگی با هم رفیق بودیم ما دبیرستانی که بودیم اصلا عشقمون سید برت بود جوی دیویزیون گوش میدادیم اون موقع بعد می رفتیم پارک قوری همین پارک قورباغه تو شهرک ما اونجا ساز می زنیم و همه هم می اومدن هر تیپی هم می دیدی اونجا مثلا یکی می اومد چون مثلا تری بگی بود یا یکی می اومد مثلا موهاشو دردلاک کرده خب بعد من خیلی زیاد شده بود یا مثلا این پارکور کارا می اومدن یا آن یه پسره می اومد این پسره موهاش کامل اینجوری میداد بغل خب اینو جمع میکرد میداد اینوری حالا چی موی فر پرپشت ها اینا رو کامل میداد اینوری اینجوری اینجوری جمع میشد خب اینا رو که میداد کامل اینوری اینجاشو تیغ میزد یه ورمون داشت یه ور هیچی تیغ که اصلا نگاش میکرده احساس میگه دو تا آدمه و قشنگ قابلیت اینو داشت دوبار باهاش سلام علیک کنی ما همیشه با هم بودیم با هم ساز می‌زدیم با هم فیلم می‌دیدیم با هم تمرین اصلا زیر زمین خونه پوریایینا تمرین می‌کردیم تمرین می‌کردیم بعد می‌افتادیم کره خوری می‌رفتیم این سوسیس فروشی‌ها تو میدون کاج بعد یه بقیه هم اضافه مثلا انوش میومد اضافه شد تازه هم گیتار خرید و یک پوزی می‌داد البته اون داشت با سیاه و کولی بند خودش رو راه می‌انداخت اینا بالا پشت بوم خونه‌شون یه آلونک ساخته بودن خودشون بهش میگفتن سگدونی تو همین فیلم No One Knows About Persian که کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد فقط همون دوستمون خبر داشت آره تو اون فیلم هست کیارش هم میومد تازه هم عاشق شده بود این از اون که عکس دختر میزنم تو کیف پول بعد این من میرفت این تلفن همگانی و زنگ میزد به این دختر منم ساندویچ دستم این گوجا میذاشتم اینجا عدا درم مگه این میتونه سر ما مشکیش رو ریخته بود رو صورتش چشمش درشت بود خیلی کوچیک بود انقدر یه عکس که دورش رو بریده بودن رفت دوش بگیره میخواستم سواتشورتش رو آویزون کنم که این عکس افتادش جیبش و
من فکرم عکس هر کی بود براش مهم بود خیلی و نگه داشتمش عکسشو. میخوام بدم به خودش هر وقت که دیدمش. هر وقت که دیدمش میخوام بهش بگم ناراحت نباش. کیارش همیشه بهت فکر میکرد. هیچکی باورش نمیشد. خب من خودم هنوز باورم نمیشه. یه همین دوستم که ایتالیاست. ما یه بار رفتیم خونه یکی از دوستامون، با خانواده‌اش هم هماهنگ کرده بودیم که بهش نگه 10 نفری میشدیم. رفتیم تو کمد خونه‌شون چپیده بودیم خودمون رو قایم کردیم و اینا، یه نفرم اون گوشه یواشکی داشت فیلم میگرفت. این دوست ما از بیرون اومد اینجوری خواست، فکر کسی خونه نیست دیگه، اومد لباسشو درآورد ببین، یهو از کمد پریدیم بیرون طرف نزدیکو سکته کنه. کمش بعد این اتفاق من دوستم از ایتالیا زنگ زده و میگفت من که میدونم الکیه. گفت تو بگو تو میدونی اینا کجا؟ من میدونم اینا که نموردن، که اینا یه جای قایم شدن یا فیلم دوباره دور مخفی ساختن، فیلم جکس ساختن. تو بگو تو میدونی اینا کجا؟ کی میان بیرون؟ این برن افتر ریدینگ که دیدین حتما، خیلی ها جورج کلونی بازی میکنه با براد پیت. بعد این براد پیت میاد تو خونه جورج کلونی، جورج کلونی بعدش میاد، وقتی میاد صدای پاشو میشنه براد پیت میره تو کمد پشت یه رک لباسی قایم میشه و اینا، که اون میره دوش بگیره، میره دوش بگیره، بعد از میاد بیرون میره هفتیریشو بذاره تو جا هفتیریش تو کمد، که میره در کمد رو باز میکنه میبینه یه چیزی پشت لباسا داره تکون میخوره. بعد براد پیت هم خیلی کول و اینا اینجوری سرش میاره بیرون و اون میزنه. ببینین چیزی که من خیلی خوب یادمه رفیق، اولین چیزی که گفتیم بود که چی به سر ما اومد. گفت نگران نباش. We've got each other's backs. ما هم دیگر رو داریم. من که همیشه ایمیگرنت بودم و اول از فنلند با خانوادم رفتیم سوئد، بعد من اومدم امریکا. یعنی من خوب میفهمم خارجی بودن یعنی چی، اینکه تو احساس نمیکنی مال اونجایی. و منم فکر میکنم برای همین من و کیارش خیلی زود با هم نزدیک شدیم، چون هر دومون جفتمون خیلی هومسیک بودیم، واقعا احساس تنهایی میکردیم زیاد. و هر دومون هم برای یه چیزی اومدیم دیگه، برای میوزیک. من بند خودم رو دارم، اونم بند خودش رو داشت و دوست داشت و خیلی هم از من بهتر بود، اصلا هر اینسترومنت از من بهتر میزد. کاملا جلس بودم ازش، مثلا گیتار با یه ستایل شرقی عجیب میزد که اصلا من نمیدونستم چی بود. و منم میدونم که تو ایران مثل سوئد نیست، مثلا توی سوئد از بچگی میریم کلاس میوزیک و دولت مثلا پول میدن برای همین به خانواده، برای کلاس بچه موزیک. و برای همین این سرپرایز بودم که اینقدر از من بهتر بود. و ببین من فکر میکنم مهمترین آدم از زندگیم از دست دادم. آسون نیست اصلا. و مثلا دو روز پیش تولدم بود، همه اومده بودن، همه دوست من اومده بودن برام تولد گرفتم، شم فوت کردم و اینا، که دیگه رفتم تولد گریه کردم مثل همیشه. و من فکر میکنم مشکلم اینه که اون اینجا نیست و من جایی ندارم که میتونم برم گریه کنم. و من احساس میکنم یه بخش از زندگیم just like disappeared شد، دیگه نیست. یعنی من خوب میفهمم که فامیلی کیارش و انوش میخواستن برگردوننشون تهران، ولی من احساس میکنم کلوژر ندارم و مثلا عزاداری کافی نکردم. برای همون برای من مرگ کیارش تمام نشد. رفی عاشق موسیقی بود. من میگم چطور ممکنه کسی که همه چیش، همه عشقش، همه زندگیش، همه چیش موزیکه بتونه به همین راحتی برداره؟ دق 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 دق
دوستاشو بکشه. اوکی، ما همیشه میدونستیم، خودمون اینو میگیم، میگیم با پوریا مشکل داشت، ولی ما هیچ وقت نشدیم بخواد از کیارش، از انوش، بخواد از اسی بد بگه. واقعا هیچ وقت معلوم نشده کاری کی بوده، هیچ وقت هم معلوم نمیشه. آینسی رو از پشت پرده زدن. اونا اصلا صورت ظالم رو ندیدن، هیچ کس جز پوریا صورت ظالم رو ندیده. بعدم محسن این تفنگه انقدر بوده. بابا اصلا تو بگو ببینم چطور ممکنه این بتونه این تفنگو بذاره سرش زیر چونه خودش، بعد دستش برسه بتونه این ماشه رو بچکونه، این سر خودش رو منفجر کنه. اصلا دستش نمیرسیده. مامانم میگه کار یه آدمای دیگه بوده، مثلا همونا که تهدیدش میکردن اومدن این بچه ها رو کشتن، رفیرم کشتن، برشن جسدش رو بردن گوشتن اون بالا. این سر نبود، این سر اصلا سر جاش نبود. من میگم از کجا معلوم این یکی دیگه نباشه، لباسای رفیر رو تنش نکرده باشه. بعد بکنم میگم خیلی خوب اگه رفیر نبود، الان کجاست؟ بکنه یه رو سر گلش پیداشه، مثل همون موقع که ما فکر کردیم. هر وقت من این تلفنم زنگ میخوره خول میشم، همش فکر میکنم رفیه. کیارش افتاده وسط اتاق، اسی افتاده بود رو کاناپه، کتابش افتاده بود رو صورتش، گیتارش افتاده بود بغلش. برفتم پایین، دیدم انوش افتاده وسط حال، یه نوری از لای پنجره افتاده بود رو سینه‌اش که من فقط دویدم که پلیسا رو خبر کنم. اینقدر سر اینا از بغل من رد می‌شدن، می‌دویدن. من گفتم نکنه من مردم، که چرا من نمیبینن اصلا؟ بودم نکنه من هم مردم، این رو همه رافت داده تو خونه داره این برون بر که یاد دماغم خون اومد، یه دیدم دماغم خون اومده، سرامو گرفتم بالا که این خونه بند بیاد. یه کسی زد روشونم، گفت بشین پوریا، بشین بگو چی شده. پوریا بگو چی شده، تعریف کن، بگو چی شد. من چی شده؟ دوست کیارش و پوریام، بیسیستشونم، ولی از موتور افتادم، تصادف کردم، دستم داغون شد. یه خدا میدونه کی میتونم دست به ساز بزنم. یه هفته است موندم خونه، امروزم کنسرت داریم، من باید ساز میزنم. هم بچه هم زنگ میزنن میگن بلند شو بیا، بلند شو، ولی من واقعا طاقت ندارم ببینم یکی دیگه جای من داره بیس میزنه. من میرم بلند میشم میرم اونجا، از دور نگاه میکنم، اینم بله همه اومدن، اینقدر دود تو حواس چشتشونه. ولی من دستم رو با باند بستم، حالم خیلی بد، همینجای خونم پس میزنه توی دست، باندم خونی شده. میرم تکی میدم به دیوار، از دور نگاه میکنم، همه خوشحالن، هیچکی حال من نمیفهمه چی. و دونه دونه بچه ها میان، اول انوش میاد، یه کراوات قرمز زده با یه کت توسی براق، نامرد عینک امام بزرگ شده. بعد کیارش میاد، یه لباس سفید پوشیده، یه دستمال گردن که بسته گردنش، همونی که بهش تولدش کادو دادم. همه دارن جیغ میزنن، بعد پوریام میاد، این موهاش از پشت بسته، یه پانچو هم تنش، گیتار میزنه، همه جیغ. ولی من خیلی حالم بده، خیلی دوده، اینقدر دوده اصلا چشم نمیبینه. اینجا زیر زمین خونه ماست، این خونه بغلیه رو اومدن بکوبن، نمیدونم چیکارش کنن. این گود برداری کردن، بیشتر از اون چیزی که باید گود برداری کردن زدن، یعنی به خونه ما رفت. شما من همینو گفتن دیگه اینجا اصلا امن نیست و اینو باید جمع کنیم بریم جای دیگه. گفتم خیلی خوب، حالا تا میخواییم جمع کنیم بریم جای دیگه. یه چند سال
اینو نگه دارین، ما تو زیر زمین بزرگه، ما اینجا یه کنسرتی بذاریم. گفت تو زیر زمین کنسرت بذاری؟ همین مونده، اون اونجوری میپوشه، اون موهاش اونجوری میکنه، اون اون شکلیه، اونجا سوراخه، اینجا سوراخ. گفتم بابا کاری نمیخوایم بکنیم که، میخوایم چهار تا رفیق دور هم جمع شیم، چهار نفر بزنن عشق کنیم، همین. اصلا چیزی نمیشه که، همه کارم کردیم، خیالتون راحت. من بخاطر همین چند دفعه اصلا ما ساعت اجرامونو عوض کردیم، بخاطر همین، برای اینکه لو نریم، چون اگه لو بریم که اصلا این ماشینا رو کجا پارک کردین؟ چون گفتم یه جایی نذارین که تابلو باشه. هی من با شماره مختلف زنگ زدم، دعوت کردم، همش من بودم، بچه‌ها دیگه. این دره رو یونولیت زدیم، مثلا صدا نمیره بیرون، یعنی هر کسی میاد تو شماره داره، میدونیم، با هم چک کردیم همه چیزو، کلی کار کردیم بابا. ما تمام این لامپا رو دورشو فویل زدیم، کردیم پروژکتور، اصلا این کمد دیواری های خونه، کمد دیواری گنده داشت، همه رو چسبوندیم هم روشو، گچ و سیمان کردیم، فرش انداختیم روش، استیج درست کردیم. خیلی ما همه هم اومدن امشب، یه 260-70 نفریم، خیلی قراره بهمون خوش بگذره. هر کی یه چیزی پوشیده، یه جوری پوشیده، موهاش یه جوری درست کرده، هر کی هر جوری دوست داره پوشیده، هر کی هر جوری دلش میخواد اومده، هر کی هر جای صورتشو دوست داره سوراخ کرده، قراره خوش بگذره. کاری قراره بکنیم که هیچی نمیشه. اینقدر اول قراره ما بزنیم، بعد به کیت بزنن، یه دو دقیقه دیگه شروع میشه. اول ما میایم، بعد اونا میان، بعد از همه مهمتر اینکه رفی هم اومده اونجا نشسته، یه کلا تنیس سرشه با یه تیشرت آسیب اونجا. خیلی اینجا خوش میگذره، اینجا عالیه.